من محبوب غلام نژاد هستم، عمو مصطفی غلام نژاد. در سن 23 سالگی به دلیل پیوستن به مجاهدین حین خروج از مرز دستگیر شد. تا مدت زیادی ازش اطلاعی نداشتیم و توی زندان عراق اون رو پیدا کردیم. ابتدا بهش حکم ابد دادن، بعد از چند سال به 12 سال تقریب پیدا کرد. بعد از 6 سال که از محکومیتش گذشت، در جریان قتل عام های سال 67 اون رو هم اعدام کردن. از اونجایی که مصطفی قبل از پیوستنش به مجاهدین درس طلبگی در حوزه علمی قم میخوند و اتفاقا از همونجا بود که با ماهیت دجالگری رژیم آشنا شد و مبارزش رو ضد رژیم از همونجا شروع کرد. رژیم همواره کینه وحشیانه نسبت به اون به دل داشت و این رو خیلی واضح حتی جلوی خانواده هم بروز میداد. یکی از چیزایی که همواره از عموی شهیدم تو ذهنم مونده مرزبندی تیز اون علارغم هر شرایطی بود. یادم میاد یک بار که به زندان قم برای ملاقاتش رفته بودیم، به این شکل بود که توی کابین ملاقات یک پاسدار همراه زندانی همواره اونجا میستاد حین ملاقات و یک پاسدار هم سمت خانواده میستاد که مکالمات رو کامل کنترل بکنن. در باز شد، پاسداری آستین شهید مصطفی رو گرفت و هل داد به داخل کابین. ما که از این عمل تحت تاثیر قرار گرفته بودیم، ناراحت شده بودیم از این شیوه برخوردشون، اما شهیدم تلاش میکرد که این صحنه رو بچرخونه، با شوخی و بگو بخند تلاش میکرد که ما رو از اون فضا خارج بکنه. از این طرف عموی بزرگم که همراه ما به ملاقات اومده بود برای اینکه این صحنه رو بشکنه، یه ذره از این فشاری که اون پاسدار داشت به شهید مصطفی وارد میکرد کم بکنه، شروع کرد به رابطه زدن با اون پاسدار. شهید مصطفی تا این صحنه رو دید، تا اون موقع داشت بگو و خند و شوخی میکرد، ناگهان خیلی عصبانی و برافروخته شد و به خواهرش که در کنار ما بود گفت که به فلانی بگو که اگه میخواد بیاد اینجا دل پاسداری رو به دست بیاره هرگز به ملاقات من نیاد. این به عنوان شاخص مرزبندی همواره تو ذهن من حک شد، با وجودی که اون موقع سن کمی داشتم. تا اینکه در سال 67 ما ابتدا خبر شهادتش رو از صدای مجاهد شنیدیم، بعد که پدرم و عموم برای پیگیری به زندان رفتن، بعد از مدت‌ها که ممنوع ملاقات بود، یک ساک کوچیک با یک دست لباس با یک خط از وصیت نامش که یادم یه آیه قرآن بود ولی دقیقا یادم نیست چه آیه‌ای، بهشون دادم و گفتن که مبادا که مراسمی بگیرین در بزرگ داشته این. و یادم میاد که حتی یک پولی رو از خانوادم گرفتم و گفتن که برای ایجاد رعب و وحشت توی خانواده، گفتن که این پول گلوله هایی که با اون مصطفی رو اعدام کردیم. یک خانواده ای که از شهرستان دیگه شماره قبر شهید مصطفی رو توی بهشت معصومه قم به پدرم دادن و اونجا یک خانواده ای که از خانواده شهدا بود که برای زیارت اومده بود، میگفت که چون تا دیر وقت شب به خاک سپاری این شهدا اونجا بود، صحنه رو دیده که چند تا از همین شهدا رو خونین و مالین اومدن و اونجا به خاک سپردن. در یکی از نامهایی که شهید مصطفی برام نوشته بود چند بیت شعر نوشته بود که من همواره با خوندن این شعر از اونجایی که برام تداعی کننده پایداری و استقامت مصطفی و مصطفی هاست، اگه اجازه بدین چند بیتش رو براتون بخونم. ای کوه با من بگو، خورشید وقت غروب به گوش تو چه میخوان که رنگ زرد رویش سرخ شد و براشفت. ای کوه با من بگو، ستاره هنگام شب به گوش تو چه میخوان که تا سحر به شادی خندید و پرتو افشان. ای کوه با من بگو، پرنده نزدیک صبح بر قله چه میدید که شاد از آشیانه به سوی تو پر کشید.